میدم سودشو میگیرم. گم ولی من چون تو پیر مردی و میشناسمت که خیلی معونگم نداری، 10 قرانت میدم، ولی در 20 جلسه نیم قران بده تا تموم بشه دیگه، سودشو نمیخوام. میگم من نیم از این پولو دادم، یعنی 10 تا نیم قران دادم، 10 تا دیگهش مونده بود، آمدم دیدم یهودیه رفته. خدایا کجاست؟ گفتم رفته بغداد. رفتم بغداد دنبالش، دیدم که از دنیا رفته و مرده. خیلی ناراحت شدم، خدایا چیکار کنم؟ ورثه و هیچ کسش هم نمیشناختم. ما 5 قران به 1 بگید یهودی رباخورا، نه آدم حسابیا. میگفت یه شب خواب دیدم که پرونده اعمال رو دادن دست میدن، دست راست منم رفت بالا و پرونده منو دادن دست راستم، خوشحال شدم الحمدلله. هر کی پرونده راست پروندهش دست راستش بیاد، این نشانه داره. نشانش چیه؟ بهشته. آمدم به طرف بهشت، دیدم رسیدم به پل صراط. آمدم از پل صراط رد بشم، دیدم یک همون یهودی مثل یک شعله آتش نعره وحشتناکی زد از اون پایین پل که آتش جهنم بود، آمد بالا و گفت که 5 قران منو بده. گفتم من ندارم، من اومدم دنبالت، من قصد خوردنشو نداشتم. گفت 5 قران منو بده که من دارم میسوزم. خود خدا هم گفته حق و ناس رو نمیسوزم. گفتم من ندارم. گفت حالا که نداری، پس حداقل یکی از انگشتان من رو بگذار، من رو بدنت بگذارم. گفتم اگر این از حقت میگذاری من راضیم. گفت انگشتشو گذاشت رو سینه من، آتیش گرفت. بعد دکمه هاشو این پیرمرد باز کرد و گفت ببینید، مدتیست که این جراحت خوب نشده، در ازش خون میاد و من میدونم به همین واسطه میمیرم. مردم مواظب باشید، خیانت به امانت نکنید، که از 5 قران یهودی هم خدا نمیگذره. همه گریه کردن. عطارم لرزید و رفت به سره رو برد خونه شونو، هندیه رو، گفت که خدا خیرت بده، اینم جعبه جواهراتت، خدا منو ببخشه، من طمع کرده بودم برای این مال. یه خاطر از استادم بگم قشنگه، خدا رحمت کنه امواتتون رو. البته جای دیگه من گفتم این خاطر خیلی قشنگه و خیلی دقیقه، مؤثرم هست. یه روز من به استادم آیت الله امامی رحمت الله علیه عرض کردم حاج آقا، بعض از روایات رو آدم جیر میکنه چجوری برای مردم بخونه. فرمودن مثلا، گفتم مثلا همین پل صراط. خب آخه آدم دانشجوی مهندسی پا منبرش نشسته است، حالا من آخون بیام بگم یه پلیس از مو باریکتر از لب شمشیر تیزتر، خب این دانشجویی که راه و ساختمان خونده تو دلش میگه چرت و پرتی میگن این آخوندا، این دیگه چه پلیه که از مو باریکتر از لب شمشیر تیزتره؟ یه آخوندی هم منبر همین پلو تعریف کرده بود که مردم از این پل بترسید، یکی پا منبر گفت حاج آقا این پلی که شما تعریف میکنی خودت هم رد نمیشی. یکی دیگه گفت دو داج آقا بگو رد نمیشیم و چونمونا رو حل کن، چرا هی باریکش میکنی؟ ایشون هم مثل شما خیلی خندید و فهمود حدیث رو خوب خوندی ولی خوب نفهمید. گفتم چیه؟ دست کردم تو جیبشون و یه 1000 تومانی اگه کسی تو جیبش هست به من بده. آخه احسن این 1000 اتفاقا 1000 هم بود که دست در بودن تو جیبشون و گفتن ببین پسرم، اگر از پول بگذری از پول میگذری. این پولو نگاه کن، از مو باریک تره، ببین قطرشو، و تیزی این پول از شمشیرم تیزتره. چقدر برادر به خاطر پول برادر کش، چقدر پسر به خاطر پول پدر کش، چقدر به خاطر این پول آدم کشته شده. این شمشیر خیلی وحشتناکیه. خلاصه
بله بله، یکی از افکار انسانهای بی خدا انکار قیامت. باز یه خاطره خودم بگم، یکی از بستگان ما مرده بود، خدا رحمتش کنه، ما هم خیش و قمد. آخه من تو طایفه مادری و طایفه پدریمون فقط همین من طلبم، یکی از اقوام دوغ تهرونی و کلاس بالا و خیلی مهمن چون سگ بغل میگیرن و اینها. آخه شما نمیدونید اوج کلاس اینه که آدم سگ لیس بزنه. شما ندیدید تو این بلوار سجاد با کلاس ها شب جمعه که میشه چقدر میتینگ میدن با سگاشون؟ ندیدی؟ کلاس یعنی سگ دست گرفتن و سگ بغل گرفتن و با سگ میتینگ دادن. این یعنی اوج تمدن و تجدد. پیغمبرم فرمود هر کی هر کیو دوست داره با همون محشور میشه. آره اینه، برن به سگاشون برس. کرواتی و خیلی اوتو کشیده و درد آخوند و از همه مهمتر یکی ما هم وایساده بود. اون که تو قبر داشت تلقین میگفت، میگفت اسمع افهم یا عبد الله. ها دیدی مستحب به سینه مرده رم تکون بدی اسمع افهم. این آقای کلاس بالا تا دید این رو مرده داره اینجوری میکنه اسمع افهم، خندش گرفت. بغلی گفت که چرا میخندی؟ حالا من با دو سه تا فاصله میشنیدم. این عمدن صداشو بلند کرد که من بشنوم، چون بعضیا وقتی با آخون میرسن خوشمزگیشون گل میکنه، بلبل زبون میشن دو متلک بگن و اینها. گفت ببین این آخوندا چقدر بدبختمون کردن، چی این دین خرافه، این مرده مرده است، این دیگه نمیفهمه نمیشنوه، این داره میگه اسمع افهم یا عبدالله. مسخره کردن خودشونو با این آدابش. من اومدم جواب بدم، این مرد شوره خدا پدرش رو بیامرزه، همین که تو قبر بود، تا اینو شنید سرش بلند کرد. خب شما میدونید اصفهانی ها حرف خونه نمیبرن، که میدونید که آره، یعنی زود میزنن تو کاسه طرف که ندونید راه خونش از کدوم طرفه. هم دیگه دستش رو سینه یه مرده بود، سرش بلند کرد و رو کرد به همون بنده خدا، گفت خیلی عذر میخوام، گفت خره برا تو میگم من. خیلی جالب بود، همه خندیدن، پیله مرده بوده بلده، خب حالا همه خندیدن. ای خجالت قبقم. آره برا تو دارم میگم، اگر به مرده میگن اسمع افهم یا عبدالله، یکی از دلایلش اینه آقایی که بالا سر قبر وایسادی تو بشنو. میگه نمیگه مرده نمیفهمه، ما که میگی میفهمه، حالا تو میگی نمیفهمه، تو که میشنوی، تو که میفهمی، بفهم بدان تیرونی ها هم میمیرن، باغدارا هم میمیرن، اون کسانی که جکوزی دارند و استخر تو خانه دارند میمیرن، پولدارا و اونایی که حساب بانکیشون چنین است و چنین، اونا هم میمیرن، فقط مکمل فقیر و بیچاره ها نیست. اسمع افهم یا عبدالله، منکر قیامت بشی ولو میشی، قیامت و اعتقاد به معاد مثل ترمز ماشین میمونه، ماشین اگه ترمز نداشته باشه قاتل جونته. و ماها وقتی تو ماشین میشینیم هفت جای ماشین رو میپاییم، آبشو، روغنشو، روغن ترمزشو، که مبادا روزگارمون رو سیاه کنه موقعی که ترمز میگیریم این پمپش خراب نباشه، بی روغن نباشه، ترمز بگیره. همه سر ترمز ABS دعوا میکنن چقدر پول این ترمز رو میدن که وقتی ترمز میزنن میخکوب بشه، اما مسائل اعتقادشون ترمز نداره، بی ترمزن، چون اعتقاد به معاد ندارن. اعتقاد به معاد ترمزه، تا میای گناه کنی میخکوب بشه، حساب و کتاب داره. دوم، آدمی که بی خداست یه فکر دیگه هم داره. سوره قیامت آیه 36، ایه سب الانسان ایت رکت صدا، فکر میکنه که ما بی مسئولیت رهاش کردیم، یعنی کسی به کسی
نیست، هیچ بس. میگو بنایه از بالای داربست افتاد پایین مرد. حتی نه همه بنایه و ای بنایه جوری شد. خوابشو دیدن از اون طرف چه خبر؟ گفت هر چه آخونده میگن دروغ. دروغ محض. نه حسابی بود، نه کتابی، نه برزخی بود، نه شب اول قبری بود، هیچی نبود. یعنی چی؟ گفت یعنی از بالای داربست که افتادم پایین یه راست رفتم جهنم. ایوت